از ادب و ارادت دارم به شما میران عزیز ارجمندم. آقای رضا کیاننژاد برام هدایت میکنه. ممنونم. بار گذشته گفتگویی داشتیم با دو شخصیت، نازنین تو زن سلحشور که به همراه جمعاً 25 تن از زنان ما از نقاط مختلف همه در یک جا تمرکز کردن، یعنی رفتن به واشنگتن دیسی بر پایه برنامه‌ریزی قبلی برای اینکه این سطح رو بشکنن، طلسم رو بشکنن. نایاک و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که در این ایام هم بسیار دوباره فعال شدند، بسیار فعال شدند به خاطر همین وجود عناصری که سعی میکنند با درگیری های لفظی، با جنجال و کارهای از این قبیل سرپوش بگذارن روی پیروزی های درخشان و بزرگ جنبش انقلابی ایران در سیاست خارجی. یعنی واقعا این جنبش موفق شده که سیاست خارجی از چنگ جمهوری اسلامی بیرون بیاره، به موفقیت هایی برسه که جمهوری اسلامی امکان نداشت بتونه با $10 میلیون هزینه به یکی از اونها حتی نزدیک بشه. و ما متاسفانه به جای دیدن این همه کار ریشه‌ای که الان داره صورت میگیره در نقاط مختلف ما شاهد هستیم. در همین کالیفرنیا، در استنفورد شاهد هستیم، در سیلیکان ولی کارآفرینان ایرانی، طرح‌هایی که در اورنج کانتی توسط شخصیت‌های آزادیخواه ما داره صورت میگیره، همطور در واشنگتن دیسی، در ویرجینیا، در خیلی از نقاط آمریکا و اروپا. ما اینا رو ندیده میگیریم، اما ناگهان درگیری‌ها بین دو گروه، دو طیف، دو تا آدم حتی میتونه جای همه این پیروزی‌ها رو برای ما بگیره یا در واقع حجاب ایجاد بکنه بین ما و واقعیت‌های افتخارآفرین. بار گذشته در گفتگو با خانم‌هایی که سعی می‌کنن صدای مردم خودشون باشن، سعی می‌کنن یه قدرت میانجی ایجاد بکنن، میانجی بین مردم و قدرت حاکم در ایالات متحده آمریکا، به ویژه دستگاه قانونگذاری مملکت مرکب از دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات. رسیدیم به اینجا. پرسش من این بود که شما در رفتن به واشنگتن، دیدار در کاخ سفید، دیدار با دستگاه قانونگذاری، به چه نتیجه رسید؟ چون پاره‌ای میگن که بین حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر حمایت و پشتیبانی از مردم ایران اختلافی نیست. زکا خانم آناهیتا احمدی عزیز، درود بر شما مجدداً. همینطور سرکار خانم آریا دهداری، یکی در تیکزاس، یکی در کالیفرنیا. درود بر شما. بر شما آقای میبدی، ممنون از اینکه ما رو تو برنامه‌تون دارید. خانم دهداری درود بر شما، خوش آمدید. خیلی ممنون از اینکه ما رو دارین توی برنامه. ممنون. به مقدمه من که اعتراضی نداری، نه؟ نه، بحث مهمی هست این قضیه. میخواید توضیح بدم؟ بله، میخوام ببینم که وقتی رفتید به دستگاه، به کنگره آمریکا، به چه نتیجه رسیدید؟ دموکرات ها چی میگن؟ جمهوری خواه چی میگن؟ خب من این رو باید توضیح بدم که همونجوری که حالا گفتم در برنامه قبلی، تمایل دایاسپورای ایرانی، یعنی کسانی که در اینجا کار میکنند برای انقلاب ایران، بیشتر تمایلشون این هست که با دموکرات ها صحبت بکنن، با رپابلیکن ها صحبت بکنن، به این دلیل که خب حقم دارن. فکر میکنن که رپابلیکن ها همیشه سیاستشون این بوده که فشار حداکثری رو بر جمهوری اسلامی بذارن و از این جهت فکر میکنن که خب رپابلیکن ها متحدان قوی تری هستند برای انقلاب ایران. به خاطر همین همه صحبت ها میره با رپابلیکن ها. چیزی که همیشه ما فکر میکردیم کمه اینه که نایاک به طرز شدیدی روی دموکرات ها تأثیر گذاشته در سالهای گذشته و چون که نایاک همیشه، دموکرات ها همیشه سیاست مماشات رو داشتن با جمهوری اسلامی و به دلیل این رویه‌ای که داشتن خب نایاک احساس کرده اونها رو راحت‌تر میتونه با هدفهای جمهوری اسلامی یکسان بکنه. و اینکه حالا ما بیایم نصف جمعیت سیاسی امریکا رو بگیم دیگه خب اینا رو ولش کن و دیگه اینا هیچ کمکی یعنی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، این یه مقدار اشتباهه. ما باید هر چقدر که میتونیم متحد برای خودمون و برای انقلاب ایران جذب بکنیم و یک راهش این هست که بریم وارد صحبت با دموکرات ها بشیم و توضیح بدیم که فرق ما با نایاک و مجاهدین خلق و اینها چی هست. همچنان دموکرات ها فکر میکنند که روش مماشات باید این رو متوجه بشن که مماشات دیگه جواب نمیده و ما به عنوان کسانی که خود من همیشه دموکرات بودم میرم به اونها میگم که ما این همه سال به دموکرات ها رأی دادیم و الان منتظر هستیم ببینیم شما برای ما چی کار میکنید. مردم ایران یادشون نمیره که در این انقلاب خودشون این انقلاب رو پیروز میشن ولی یادشون نمیره که چه کسایی حمایتشون کردند و این باید جا بیفته برای دموکرات ها که زمان مماشات دیگه گذشته، دیگه به هیچ عنوان مذاکره بر توافقهای هسته‌ای جواب نخواهد داد، به خاطر اینکه اگر مذاکرات هسته‌ای پیش بره اینها میان پول میریزن به جمهوری اسلامی، پول میریزن تو جیب سپاه و باید بفهمن که این پولهای زیرمیزی که دارن میدن رو ما میفهمیم و مردم ایران نمیخوان. سانکشن ها باید همچنان پابرجا باشه، با اینکه به مردم از لحاظ مالی خیلی فشار میاد ولی خودشون توی خواسته هاشون که در 10 بند فرستادن به خارج از ایران گفتن که ما سانکشن ها رو میخوایم برای اینکه جمهوری اسلامی از لحاظ مالی خشک بشه. اینها رو دموکرات ها هنوز نمیفهمند و هنوز فکر میکنند که میتونن با جمهوری اسلامی بشینن پشت یک میز و مذاکره بکنند، چیزی که خب رپابلیکن ها سالهاست ازش عبور کردن. دموکرات ها هم باید از این موضوع عبور بکنند و این وظیفه‌ایه که ما داریم به قول معروف به عهده خودمون گذاشتیم که بتونیم این رو انجام بدیم، بتونیم با تکرار این رفتن ها و تکرار این حرف ها رو زدن با اونها بتونیم این سیاست رو حداقل یک ذره هم شده جابجا بکنیم. جالب. خب خانم دهداری عزیز، تجربه شما در واشنگتن دی سی، تجربه شما در کاخ سفید، تجربه شما در کنگره آمریکا. آقای میبدی، من قبلش میخوام یه چیزی رو روشنسازی بکنم، اینکه ما اسم نایاک رو میبریم و در اکثر بحثایی هم که داریم میگیم نایاک، ولی واقعیتش اینه که بهتر که از یه واژه دیگه به اسم بازوهای جمهوری اسلامی استفاده کنیم، چون خیلی کسایی هستن که حالا ما میدونیم یا نمیدونیم توی این شرایط مسموم دارن این نقش رو بازی میکنن، نقش بازوی جمهوری اسلامی رو بازی میکنن و ما حتی نمیفهمیم که از کجا میخوریم. در نتیجه خیلی باید مراقب باشیم برای اینکه جلو بریم. و دیگه اینکه ما برای اینکه بخوایم به هدف برسیم و انقلاب ژینا به ثمر برسه، یعنی تهش اینکه مردم آزاد بشن و حکومت حاکم بر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، باید فاصله بگیریم از سیاست داخلی آمریکا، یعنی وارد کردن سیاست آمریکا تو کاز خودمون. یعنی تا اونجایی که ممکنه حتی خود ما هم، یعنی توضیحاتی که آناهیتا داد کاملا درست، ما داریم تارگت میکنیم پروگرسیو ها و دموکرات ها، ولی با این هدف که میدونیم یعنی ته ماجرا اینه که باید بایپارتیزان باشه، یعنی تا زمانی که این هدف حمایت از مردم ایران و صدای ایران و مردم ایران رو بایپارتیزان بلند نکنیم به نتیجه نمیرسیم. این نکته‌ایه که فکر می‌کنم این دوتا رو میگفتم و خیلی سفری که ما داشتیم خیلی خوب بود و واقعیت این که همه گروه ها که الان بسیار زیادی هستن، گروه هایی که دارن در واقع همین کار میکنن، باید به یه جایی برسیم. هنوز اونجا نیستیم که این گروه ها با هم همصدا بشن. ولی یک برگ برنده‌ای که نایاک داشته اینی که یعنی یک صدا رو به صورت مستمر به گوش این سیاستمدارا رسونده و اون چیزی که ما نیاز داریم که دست به دست هم در کنار هم یک صدا اینو هی تکرار کنیم تا بتونیم که یه آلترناتیو جایگزینی برای صدای نایاک باشیم توی همینجوره دایره. چون واقعا گروه های مثل نایاکینا هم مثل پیامبران دروغین هم دیگه، روی 1% حساب میکنن و روی 1% کار میکنن. براشون کافیست 1 نفر از 100 نفر اونا رو باور کنه و این کار سالیانه دارن انجام میدن. ولی با ممارست و با کار و پشت کار دائم اینی که امروز وقتی متوجه میشیم که 25 زن میرن به کاخ سفید، 25 زن میرن به دستگاه قانونگذاری، انعکاسی نداره، ولی 2 نفر با هم درگیر میشن روی شبکه‌های اجتماعی، بقیه هم اون رو بزرگ میکنن، ریتوییت میکنن، خبر میکنن، خبرسازی میکنن. اینی که این همه ضرر میزنه، این درگیری‌های 2 نفره و 3 نفره و این مناظره‌های غیر لازم رو کنار باید گذاشت، اعتنا نکرد. اینا خطرناکه و واقعا هم پنهان میکنه این همه پیروزی و موفقیت رو. این چراغ‌های روشن، به نظرم همه چراغ‌ها الان تو جامعه ایرانی داره روشن میشه. اینا پیروزی‌های کمی نیست، ما در این زمینه تجربه نداشتیم، ولی امروز ببینید یک شبه ببینید به چه دستاوردهایی رسیدیم در سراسر جهان، توی پارلمان اروپا، تو پارلمان‌های اروپایی، در سازمان ملل متحد، تو کاخ سفید، در دستگاه قانونگذاری آمریکا که الان آکت مهسا به عنوان یه لایه قانونی در دستور کاره. شما نظرتون چیه خانم آناهیتا عزیز؟ این درگیری‌های جزئی که تبدیل میشه به جنگ‌های بزرگ. حرف‌های زیادی دارم آقای میبدی راجع به این موضوع، ولی سعی می‌کنم خلاصش بکنم و اونم این هست که ببینید من میتونم چند دسته بکنم این افرادی که این درگیری ها رو باعث میشن و درگیری ها رو دامن میزنن. مردم عادی رو دارم میگم، من به اسم ها کاری ندارم، داریم راجع به مردم عادی صحبت میکنیم مثل خودمون. ببینید یک دسته هستن که خب کاملا همونطور که آریا گفت بازوی نظامن، یعنی با منظور و مقصود این کارها رو شروع میکنن و میندازن اون وسط و خودشون وای میسن نگاه میکنن و لذت میبرن از این مغلطه و آتیشی که به پا کردن و 2 طرف رو به جون هم انداختن. یک دسته اونایی هستند که واقعیتش اینو میخوام بگم شاید بر بخوره به خیلی، امیدوارم بر بخوره، بیکارن آقای میبدی. شما الان در انقلاب مهسا ژینا 9 ماهه که واقعا من و خیلی از آدمای دیگه مثل ما کار خودمون رو داریم، کار تمام وقت خودمون رو داریم، بچه داریمون رو داریم، خونه داریمون رو داریم و این کار شده کار 24 ساعته ما. خیلی همون ممکنه که وضعیت زندگی خانوادگیمون آشوب شده باشه چون که همش داریم در باره انقلاب ایران کار میکنیم. خیلی از ما ممکنه تو کارمون مشکل ایجاد شده باشه، کار که بهمون پی میکنه، بهمون پول میده و بچه هامون غذای گرم ندارن، بچه هامون مامان و باباشون رو نمیبینن. خب این همه کار هست که باید انجام بشه و بعضیا واقعا بیکارن که میشینن مثل سبزی پاک کردن که قدیما بود، یا مثل این که میرفتن قلیون میکشیدن توی قهوه خونه ای و غیبت میکردن، میشینن دامن میزنن به اینجور جریانات. دسته سوم هم متاسفانه دسته ای هست که باید بگم دسته ای هست که ببخشید مهم نیست، متشکرم، دسته ای هست که اینها رو من بهشون میگم متعصب، به این دلیل که تعصب باعث میشه که قدرت فکر و تحلیل رو از شما بگیره. هر جایی که احساس کردیم که این حرفی که داریم میزنیم از روی تعصبمونه، باید 1 قدم برگردیم عقب و به این فکر بکنیم که هر جا تعصب هست تحلیل میره کنار. بنابراین این سه دسته الان باعث شدن که این وضعیت به وجود بیاد و فکر میکنم که یه مقدار داره آسمون ابراش کنار میره، مردم دارن کم کم جای خودشون رو پیدا میکنن و امیدواری هست. من اینجوری اصلا نگاه نمی کنم که این همین وضعیت خواهد موند و ما هیچ راه در روی نداریم. من فکر میکنم اتفاقا خیلی داره مسیرها مشخص میشه، ناخالصی ها داره زدوده میشه، بچه هایی که آدم های بزرگی که مغزشون به اندازه بچه های 5 ساله است دارن از قافله دور میمونند و خوشبختانه به نظر من اتفاقای خیلی خوبی در راهه. همینطوره، واقعا اتفاقات بزرگ و خیلی مهم و همینطور که خانم راهداری هم گفتن، اتفاقات دهداری گفتن، اتفاقاتی که حالا یا پیشرفت هایی که ریشه‌ای هستند و این خیلی مهمه و خوشبختانه هم داره نتیجه میده، اغلب نتیجه داده و این کار ادامه پیدا کرده و زنان ما به ویژه با این فعالیت‌های خیلی مشعشع و درخشانی که دارن، منو که شاهد هستم خیلی نسبت به آینده امیدوار کردن. خانم دهداری سراپا گوشی میرم تا اینجا، شما چی میگید؟ ببینید این جنگ و دعواهایی که اخیراً توی شبکه‌های اجتماعی راه میفته و نه من نمیگم کار ارتش سایبری، بالاخره اونا بیکار نیستن یا سعی میکنن این اتفاقات کوچیک رو بزرگ جلوه بدن، بزرگ نمایی کنن، ما رو درگیر کنن، توپ و قل میدن زیر پای ما و ما میدویم دنبال توپ و خیلی عجیبه، یعنی دور میشیم از مرحله. نگاه ما باید متوجه ایران باشه، جنگ ما با جمهوری اسلامی است، فکر نباید با هم بجنگیم که این در به روی هیچ کس نباید بسته باشه. بفرمایید. آقای میبدی، فکر کنم همه دیدیم این لحظه‌ای رو که یعنی بعد از اتفاقی که برای مساجین امینی افتاد، یک پارچگی، هماهنگی بین همه مردم در سراسر ایرانیای سراسر دنیا بود و تا یه زمانی این طول کشید و بعد این اختلافات نمایان شد. ولی من شخصا فکر میکنم که لازمه، یعنی همه این اتفاقات و این اختلاف هایی هم که هستش و به وجود اومد نشان دهنده ای که این انقلاب داره مسیر طبیعیش رو طی میکنه و گریزی ازش نیست. یعنی واقعا نمیتونی که توی یه لحظه نمیتونی انتقاد کنی و یا حتی به خاطر اینا اختلافات بخوای ناامید بشی یا اینکه هر نوعی بخوای بکشی عقب. این مسیر ادامه داره، این اختلافات هم هست، ولی هیچ زمانی به نظر من بین ایرانیای خارج از کشور این هماهنگی وجود نداشته که الان بیشتر از 90% من حتی اگر نگم که مثلا 100% همه موافق سرنگونی نظام، یعنی میخوان این اتفاق بیفته و این یه بازم میگم مبارکه، یعنی باید این نقطه مشترک رو بگیریم و با همین بریم جلو تا اینکه بتونیم موفق. تنها راه موفقیت اینه که ما با هم هماهنگ و یک صدا بشیم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، چون همونجور که شما اشاره کردین این نظام حاکم بر ایران از همین استفاده کرده، از همین تفرقه‌ای که بوده، اپوزیسیونی بوده که توی آمریکا، یعنی از خارج از کشور همیشه با این نظام مقابله میکرده، ولی شاید اختلافاتی در راه اینکه چگونه و یا حتی هدفها یه خورده متفاوت بوده، ولی الان اینطوری نیست، الان همه هماهنگ یه چیزی رو میخوان و میرسیم به اون نقطه. ما که ناامید نمیشیم. نه همینطور نگاه بکنیم، صدها هزار نفر در 5 قاره هر وقت لازم بوده تو خیابون‌ها بودن، یعنی اتحاده. بنابراین اینا که سعی میکنن اختلاف تصنعی ایجاد، کاملا درست میگه، اختلافات طبیعیه، بر جنبش اختلاف هست، در هر جنبشی اختلاف و تفاوت وجود داره، ولی پاره اختلافات طبیعیه. ولی دارید میبینید که یه اقلیت کوچکی سعی میکنه اختلافات مصنوعی ایجاد بکنه. باید با این مبارزه اصلا ندیده گرفت، این رو به حاشیه روند، مبادا درگیرش شد، مبادا اون رو وارد بازی اصلی اپوزیسیون کرد. خانم آناهیتا احمدی عزیز، برنامه بعدیتون چیه؟ تا اینجا اومدید؟ واقعا الان باید فکر کنیم، باید با همدیگه صحبت بکنیم، ولی یه موضوعی که حتما باید پیگیری بکنیم این جریان سازمان ملل هست که با توجه به تمام اعدام‌هایی که توی 9 ماه گذشته و مخصوصا 2 هفته یا 1 ماه گذشته و تمام این سالها اتفاق افتاده و سازمان ملل هیچ کاری نکرده، تازه اومده و ایران رو گذاشته رئیس شورای نمیدونم چی، حتی اسمش هم یادم نمیمونه. ما حتما این رو پیگیری باید بکنیم و مدام نامه، درخواست، میتینگ با قانونگذارها که حتما اونها این کار رو بکنن و به سازمان ملل بگن که این کمیسیون باید منحل بشه یا باید ایران رو بردارن از هد این کمیسیون. این یکی از چیزهایی است که خیلی اتفاقا زمانش مهمه و باید حتما هر کسی به صورت فردی یا گروهی این کار رو بکنه. اما برای قدم‌های بعدی من فکر می‌کنم که زمان احتیاج داریم که یک برنامه‌ریزی بکنیم و با بقیه دوستان مشورت بکنیم، ببینیم که قدم بعدیمون چیه. جالبه، من با 3-4 تا شخصیت‌های خیلی صاحب نظر در رادیو تلویزیون صحبت می‌کردم راجع به همین نماینده جمهوری اسلامی که در رأس یه نهاد قرار گرفته، اغلب همین جواب رو می‌دادن. گفتن این نماینده جمهوری اسلامی که شده در رأس اون سازمانی که نمیدونم اسمش چیه، یعنی با آمدن جمهوری اسلامی اصلا این نهاد تبدیل شده به چیزی که حتی اسمش هم نباید به خاطر سپرد، اینقدر بی اهمیت و ناچیز و بی مقدار شده. این جمهوری اسلامی همه چیز رو بی مقدار میکنه. خانم احمدی بفرمایید. خانم دهداری بفرمایید. منم فقط لازمه که بگم برای ما الان بعد از این سفری که داشتیم، رابطه ساختن با سیاستمداران و قانونگذاران راهیه که باید پیش بگیریم و ادامه، یعنی فالوآپ کردن باهاشون و با تک تک این سیاستمدارا رو بتونیم یه رابطه‌ای برقرار کنیم در شکلی که صدای ما رو بشنون، یعنی بتونن به صدای ما یک پاسخ باشن. ببینم مدتی که در کاخ سفید بود چقدر در واقع طول کشید؟ گفتگو در کاخ سفید 1 ساعت و نیم. 1 ساعت و نیم. جالبه. شما حرف می‌زدید اونها گوش می‌کردن یا چیزای حرفای دو طرفه بود صحبت‌ها؟ بله. از اختلاف در اپوزیسیون سخنی نگفتن؟ اصلا جالبه که هیچ جایی این موضوع مطرح نشد، غیر از یعنی مطرح شد ولی به یه نحو دیگه. در مورد اختلاف اپوزیسیون اصلا مطرح نشد. در مورد اختلاف ما ایرانی‌ها داخل خودمون این رو به ما گفتن و اونجا ما فهمیدیم که اینها فکر میکنن نایاک هم مثل ما مخالف جمهوری اسلامیه. چون که گفتن شماها تو خودتون هم بین خودتون دعواست، در صورتی که منظورشون این بود که خب شما یه چیزی میگید اونا یه چیزی میگن و اونا منظورشون نایاک. عجب. یعنی انقدر در این مورد دانششون ضعیفه، یا حالا خودشون رو به اون راه میزنن یا واقعا نیاز به دانش افزایی دارن که ما و نایاک یکی نیستیم و مردم ما خواسته ای رو که دارن از دهان نایاک بیرون نمیاد. اونجا همچی اشاره شد، ولی در اینکه شما اپوزیسیون ندارید یا آلترناتیو ندارید یا بین آلترناتیو هاتون دعواست یا بین اپوزیسیونتون دعواست. نه اصلا همچین بحثایی مطرح. تشکر میکنم، ممنون، وقت ما تمام شد. حتما گفتگو رو پی میگیریم. خانم دهداری عزیز تشکر میکنم. خانم احمدی خیلی سپاسگزارم. متشکرم از شما. ممنون. از رضا کیان عزیز.